بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مسجد اعظم کوفه با برافراشتن پرچم سیاه بر گنبد مرقد شریف سفیر امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل ساروز شهادت آن حضرت را گرامی داشتند. مسجد اعظم کوفه پذیرای خیلی عزاداران مؤمنی است که برای شرکت در مراسم بزرگداشت ساروز شهادت حضرت مسلم ابن عقیل به این مکان مقدس آمدند. علاوه بر برگزاری مجالس عزا و سیاه پوش شدن این مکان مقدس، مکانهای لازم برای پذیرایی از زائران و موکبهای حسینی جهت ارائه خدمات لازم آماده شده و این فعالیت‌ها طی طول 3 روز متوالی ادامه خواهد یافت. منابع محلی در بدخشان در شرق افغانستان میگویند که طالبان شماری از کودکان زیر سن قانونی را از چندین مدرسه دینی در این استان جمع‌آوری کرده و در یک مرکز ویژه آموزش‌های نظامی می‌دهند. منابع روز شنبه 26 خرداد میگویند که استاندار طالبان برای شهرستان نسی بدخشان دست کم 30 کودک 10 و 18 ساله را از مدرسه‌های دینی این شهرستان برای سربازگیری استخدام کردند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منابع مختلف، طالبان پس از حاکمیت مجدد در افغانستان، مدرسه‌های دینی را در شماری از استان‌ها به ویژه بدخشان افزایش داده و کودکان را به بهانه آموزش اسلامی فنون نظامی یاد می‌دهند. سازمان عفو بین الملل از طالبان خواسته است که فوراً مدارس را به روی دختران بالاتر از کلاس ششم بازگشایی کنند. این سازمان در شبکه ایکس با اشاره به سپری شدن 1000 روز از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، بستن درهای مکاتب به روی دختران را نقض قوانین بین المللی خوانده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف هم گفته است که 1000 روز آموزش معادل 3 میلیارد ساعت درسی است که دختران افغان از دست دادند. یونیسف افزوده است که منع سیستماتیک 1,500,000 دختر افغانستانی از آموزش نقض آشکار حق آنان به آموزش است. آژانس سازمان ملل متحد برای فلسطینیان آنروا میگوید بیش از 50,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در غزه به درمان نیاز دارند. این سازمان بار دیگر وضعیت در غزه را فاجعه بار توصیف کرده و بر نیاز فوری آتش بس در غزه تاکید کرده است. آنروا تاکید کرد که با ادامه محدودیت ها برای دسترسی به کمک های بشردوستانه، مردم غزه همچنان با سطوح ناامید کننده ای از گرسنگی مواجهند. اخیراً سازمان بهداشت جهانی با فاجعه بار خواندن وضعیت در غزه گفت بیش از 8,000 کودک زیر 5 سال به دلیل سوء تغذیه حاد تحت درمان قرار گرفتند.